بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان دیوان عدالت اداری مدیرعاملی سعید مرتضوی رو بر سازمان تامین اجتماعی غیر قانونی اعلام کرد. بر اساس این رأی هیئت عمومی دیوان عدالت که قطعی است و قابل اعتراض و تجدید نظر هم نیست، مرتضوی از امروز هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی نداره. منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده صبح دوشنبه حکم انتصاب سعید مرتضوی با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این به این معناست که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانونه. اوایل اردیبهشت امسال بود که احمد توکلی نماینده مجلس به رسانه ها اعلام کرد که به علت انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم. بعد هم طرح استیضاء وزیر کار مطرح شد و مرتضوی هم قول داد تا در صورت لغو استیضاء کنار برود. هرچند استیضاء وزیر کار منتفی شد، ولی مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست صندوق تامین اجتماعی تکیه زد. اما نمایندگان مجلس شکایت خودشون رو پیگیری کردند تا اینکه پرونده به دیوان عدالت اداری رفت. بر اساس اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، شرط تصدی سمت‌های مدیرعاملی، عضویت هیئت مدیره و دیگر سطوح مدیریتی در این صندوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی است و انتصاب افراد به این سمت‌ها پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نافذ خواهد بود. بر این اساس و با توجه به سوابق کاری و اجرایی سعید مرتضوی، اصل انتصاب وی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی زیر سوال بود.